سلام میکنم به تمام بینندگان عزیز کانال فوکس تیوی. ممنونم که کانال ما رو دنبال میکنید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب، سه مجموعه جواهر بی‌نظیر از موزه شهر درسن آلمان به سرقت رفت. برخی از قطعات به سرقت رفته بی‌نظیرند و قیمت گذاری بر روی آنها ممکن نیست. این گنجینه بزرگ جواهرات واقع در شرق آلمان در شهر درسن صبح روز دوشنبه 25 نوامبر مورد دستبرد قرار گرفت. سارقان توانستند سه مجموعه گرانبها را محتوای 100 قطعه جواهر بود همراه خود از موزه خارج کنند. پلیس درسن گفت دزدان با ایجاد آتش‌سوزی در سیستم امنیتی و زنگ هشدار موزه موجب اختلال در کار آنها شد و آنها سپس از پنجره وارد ساختمان شدند و سه مجموعه با ارزش تاریخی و فرهنگی بی‌نظیر را از موزه خارج کردند. تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که سارقان دو نفر بودند، اما پلیس معتقد است که افراد بیشتری در طراحی عملیات مشارکت داشتند. این موزه به نام تاق سبز واقع در قصری به همین نام در شهر درسن واقع در ایالت زاکسن یکی از بزرگترین گنجینه‌های جواهر اروپایی را نگهداری می‌کند. قدمت اشیای این موزه به قرن 7 میلادی می‌رسد. ماریون مدیر مجموعه‌های هنری دولتی شهر درسن گفت که برخی از قطعات موجود در مجموعه‌های سرقت رفته بی‌نظیرند و قیمت‌گذاری بر روی آنها ممکن نیست. به همین دلیل دزدان نخواهند توانست آنها را به صورت علنی به فروش بگذارند. وی افزود ممکن است سارقان مجبور شوند که برای فروش آنها قطعات جواهر را از هم جدا کنند و یا آنها را بشکنند. گفته می شود که ارزش تقریبی قطعات جواهر به سرقت رفته به 1 میلیارد یورو می رسد. و در ادامه فرمانده ایالت زاکسن نیز در توییتی اظهار داشت با این سرقت کل ایالت زاکسن به غارت رفته است. مجموعه موجود در موزه تاق سبز در شهر درسن در اوایل قرن 17 گردآوری شد. آگوستوس دوم شاه زاکسن قصد داشت با خریداری آثار هنری نفیس و جواهرات قیمتی و نمایش آنها در یکی از تالارهای کاخش ایالت زاکسن را در هنر و تجارت سرآمد جلوه دهد. دوستان عزیز، ممنونم که کانال ما را دنبال می‌کنید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه.